خلّى الفجر يتقابل كل قلب شادم شنا جيتك ومياري يدفين جاي يدفينك يشدين قاضي داري غيلي عربي غيلي عربي که خواهیت هم بلد نیستی خب بگو خدایا اینه که گفتم خب بازم بگو حالا چرا عصبانی میشی؟ تو من آوردی توبه هم بدی یا با هم دعوا کنی؟ اینقدر حرف نگیر زبی هرچی من میگم تو هم بگو خب آقا خدایا خدا خدایی من تا حالا خیلی کارهای بد کردم دزدی کردم قمار کردم مال مردم خوردم ولی حالا دیگه خسته شدم دیگه میخوام این کارا رو بذارم کنار من خسته نشدم رضا تو میگی بذارم کنار خودت میگی به امام نباز دروغ گفت میخوای بذاری کنار یا نه خب آره پس بگو خدایا بازم خدایا خب خدایا حالا اومدم پابوس امام که زامنم بشه و منو ببخشی تو رو به حرمتش قسم میدم توبه ای منو قبول کن تو رو به حرمتش به چیش؟ به حرمتش قسم میدم منو ببخشی تو رو به حرمتش قسم میدم منو ببخشی آمین یا رب العالمین کشت منو همین؟ آره همین یعنی حالا دیگه من دوز نیستم؟ نه زبی نه پس حالا کلانتری محل به این سوء سابقه میده که تصدیق بگیرم؟ پسر تو پیش خدا توبه کردی نه تو کلانتری حالا دیگه بیا زیارت کن بیا آره کلانتری رو بله نیش استوار گوشم من یدال سیاه بود آرو دستش نمیدونن اینجا چه خبره بگر نه همون نمیدونن اونا سعیه کی باشن اینجا زریع امام پسر
بیا اینا رو بینداز تو زری و زود بیا. تو زری؟ بفرمین قربون دسته. هیچ حفشایی منو بده آقا. من قطار ساعته چه میره رضا؟ دیره نمیشه میرسی. خب بگو ببینم یادت مونده که باز چی کار کنیم؟ اینقدر نگو رضا، بچه که نیستم خوب یادمه، فقط دارم میخواست زنتو میدیدم و میرفتم. اون که هنوز زنم نشده پسر. خب بعدا که میشه. خب تو هم بعدا میبینیش، ولی اگه دلخوری نرو جون زبی جهدی میگم، ممکنه تو کارخونه یه جوری به فکر میرزا برسه و خودش کارا رو راسوریز کنه. نوکرتم رضا، اگه قطارم نباشه رفیق تاترون یه نفس واسد میدوه، تو بخواه جون بخواه. قربون قد تو رفیق خود. پول خود داری تو؟ آره، میخوای چیکار؟ بدش به اون آقایه. آقا قربونش برای خودش پول داره. پولم بده. بیا مشتی این چندیه؟ یه تومانیه بابا. شیره خط بری بابا. لعنت الله علا قوم الظالمی. زری؟ نه خیلی خب. بیا مشتی نخواست. زری تو جفت 50 تومانیه رو انداختی تو زری؟ تو خودت گفتی به امداد. مطمئنی که تو هم انداختی؟ بده من اون یکیشو. من دیدم امام زیاد داره، گفتم اینی رو که تو داری باش نصف کنم. تو تازه توبه کردی یادت رفت؟ مرد جماعت توبهشو نمیشکنه زبی. به خدا دیگه توبهمو نمیشکنه رضا، جون ننه نمیشکنم. حالا برو این یکی هم بنده سر جون. نوکر قلومتم رضا، نوکر گرتم. تو برم الهی ناز اون سیبیلاتو که لنگش تو تمام مشهد پیدا نمیشه. جونم امروز میاده. عزیز دلم امروز میاده. باش وقتی جلو آینه رو داری اطفار میریزی، زود باش این استکان نلبکیار بیار ببینم. اومدم بابا اومدم. شد شکستی؟ آخه دختر سر به هوا تو این هفته این چند جا میشه؟ 23 اشرف خانوم حالا انقدر فس فس کن تا بزنی چند تا بشقاب دیگر هم بشکنی. اون میزنی؟ ببری دختر. معلوم میشه که سرت با کجا بازی میکنه. همینطور زرت و زرت بشکنه. بفرمایین آقا رضا چرا عین موش آب کشیده شدی دختر؟ آب تنی میکردم آقا رضا. چرا لخ میخواستی از من یه چیزی بپوشی؟ آخه کی با لباس آب تنی میکنه که تو کردی؟ فرهیلی میخوادت آقا رضا. اصلا حرف تو که میشه و دست و پاشو گم میکنه و تا زیر گلوش سرخ میشه. اشرف که میگه از وقتی شیرینی خورده تو شده اینقدر تو خودشی که تا حالا به اندازه یه جهازی چینی شکسته. خودش جهازه. خودت میدونی مشت هستن که منم خیلی میخوامش. ننم هم همینطور. او میگه بعد از خودش فقط به اقدس اطمینون داره که به اندازه یه ننه واسم دل میسوزونه. راستی چرا خانم جانو نیبردی؟ اتفاقا دلش خیلی هوای زیارت داشت، منتها یکم ناخوش شد. گفت ایشالا یه دفعه واسه مونده ما کی قرار بذاریم. من پیش تو صاحب خواهر ریستم آقا رضا، اینو از اولم گفتم. ریش و قیچی دست خودته، هر جوری صلاحه اون کارو بکن. کار دسته خودشو نمیبره. نوکرت هم حاج حسن آقا، ایشالا که پیشت رو سفید بشم. پس شما به اشرف خانوم بگو بره پیش آقا واسه برج دیگه ساعت ببینه.
بله، هر وقت مبارک بود من ننه رو میارم اینجا و کارو تمام میکنم. مبارکه نوکره تا. با اجازه. فرمی اجازه میگیره. یه خورده پیاز و نمک بیار عقده هست. الان میارم. چه خبرته؟ ندیدم زن داداش. خراغ موشی ببن. ببخشید. ببخشید. چی شده؟ هیچی. باز یه چیزی انداخت الحمدلله نشکست. خب عیب نداره زودتر پیاز رو بیارم. اگه تو سر منم. لا اله الا الله. باز چون آبجی گانومشه عیب نداره. یخ انداختی؟ بله آق داداش. میبینی؟ هنوز هیچی نشده چجوری میخواد خودشو جا کنه؟ چی داری میگی زن؟ بایدم جا کنه. شیر میخوردشه. والا ما که شیر میخورده به این پررویی و بیحیایی ندیده بودیم. انگار خودتو یادت رفته که شیرینی نخورده بودی و نصف شب می اومدی تو رخت خواب من. آره. سلام. آقا داداشم گفت واسهتون بیارم. حالا نمیشد ما فکر کنیم خود شما خواستین بیاریم. خب ببخشید آقا داداشم نگفتم. حالا شد کاسه رو بدش من. ببینش نه. وای 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 خدا مرگم بده. خدا نکنه. چیش اینجوری شد؟ نداره. وای پاک خیز شدیم. خیلی بد شد. بس دیگه عقبس خانم پاک شد. تو رو خدا خیلی ببخشیم. عیب نداره آب روشناییه. آخه آب نبود شربت بود. ای بابا من میگم همه چی رو به هم چسبونده. خیلی آب بیارم دست و پاتونو بشورم. نه دیگه باشه صبح میشورم. میگم انگار تا تو روزی یه سرویس چینی نشکری خماری. خمار چیه آقا ریزو؟ خمار؟ خمار دیگه اینه ها چشایی تو. چشمای من که خمار نیست آقا ریزو. پس چیه عقد از خانم؟ سغرا خانم همسایمون میگی بادومیه. آخی خب هم خماره هم بادومیه. مگه میشه؟ خب لابد شده که من اینطوری کشته. تو خود نگین آقا رضا. چرا نگم؟ ما فوقش تا سه ماه دیگه زن و شوهر میشه. وای خدای من. بعد میبرم به تهران تو خونه خودم. وای نگین. بعد خودم و خودی. خدا بسته دیگه. آخه روزا کار میکنم و شبا میام پیش تو تک و تنها تو یه اتاق من و تو تا صبح. تو شکمت یواش یواش میاد بالا حامله میشی. نه ماه بعد یه پسر کاکلزری تحویلم میدی. بعد دوباره از نو من و تو تنها تو یه اتاق تا صبح. نه ماه بعد یه کاکلزری دیگه. بعد دوباره از نو من و تو توی اتاق تا سو این کاکو زنه دیگه. تو خدا بسته دیگه. بعد پسرمون میکرد دوازده تا از دم تو خونه بگیر بیا تا سرکشمه برس به سرای امین حضور برو تو خیابونه ری برس ریدون شا همه شا قروب میکنن. Come on, 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 come on
مبارک انشالله تولد امام رضا از همه روزا بهتره. اتفاقا بابات هم منو تو همین روز عقد کرد، واسه همین هم اسم تو رو گذاشتیم غلام رضا. نه 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 اسمش رضا؟ نه 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 جو، ما صداش میکنیم رضا، اصل اسمش غلام رضا. خب ما صداش میکنیم غلام رضا. آخه رضا راحت‌تر تو دهن میچرخه. خب اگه راحت‌تر میچرخه از اول میذاشتی رضا. باز داری حرف میگیری زبی؟ ولش کن مادر. حرف نزنم. خب یه چیز دیگه بگو، چرا پیره کردی به اسم من؟ یه چیز دیگه. راستی این یدولا رو میزنم میکشم. چرا؟ اگه من میرم دنبالم میاد میگه بیبریم دوزی، من میگم توبه کردم، او میگه توبه تو بشکن، من میگم مرد توبه شو نمیشکنه، او میگه دور دور نامردیه. بعد من دیگه هیچی ندارم بگم. غلط کرد، این دفعه بهش بگو واسه مرد همیشه دور دور مردیه. آره اینو بهش میگم، واسه مرد همیشه دور دور مردیه. نیازه شهست داغ زبی ببکنه بینیم شهست داغ علیش زبی سلام مرز تو که توبه کرده بودی؟ به تو هیچ مربوطی نی بردش رو فقط باختش رو میده بردش حرومه، باختش که حرومی. یه آخور پیده کردم که حسابی توش بچریم زبی. میای دوزی؟ من توبه کردم. خب توبه تو بهش کن. مرد توبه شو نیمیش کنه، دور دور نامردیه. واسه مردی یدالا خان همیشه دور دور مردیه. حالی چو؟ قبولی حتما رضا یادت داده. انگاه رضا یادت یادت رفته. حالی که روتم کم کن پشت سر رضام حد نزن. بله میکن بابا، بله کنی نیکه هم میرم به تو هم هیچ مردی نیست کردم کنم تا پشت سر رضام حد بزنی همین که به سیخت میکشم. فهمیدی؟ خب بابا دوزی نمیه این نه یا این که دیگه دعوا داره خوبم داره هیچ کسا نه چلو هیچ کسا زدم زبی. نخه من زدم زبی، من زدم. اینطوری هم نگاه کنی باز من زدم. گوش کن زبی، تو نمیتونی نمیتونی تو زندون تاپ بیاری. یادت رفته دکتر چی گفت؟ نه یادم نرفته. خب چی گفت؟ خب یادم نی. گفت اگه تو 24 ساعت بیشتر توی یه اتاق در بسته بمونی دیوونه میشی. زندون با اتاق فرق داره. چه فرقی داره؟ هر دو چهار دیواری هم دیگه. باشه چی رو باشه؟ من اونو زنم بذار. چرا تو جای من بری زندون؟ تو اون شروعی از کجا معلوم که تو زدی؟ هیش یادم با مرس زدم، با این مرس. خیلی خوب باشه، ولی از کجا معلوم مشت تو اونو انداخته باشه؟ تو داری منو گولم میزنی رضا؟ آره نه زبی،
جون ننه نه ببین زبی، توی دعوایی که ما هر دوتا توش بودیم یه آدمی نقص عضو دیده و فلج شده. خب حالا یکی از ما دوتا باز بره زندون و اون یکی هم معلومه باز کی باشه. بدجوشه. خب معلومه اونی که زندون کمتر اذیتش میکنه، یعنی من. ولی آخه دعوا رو من شروع کردم. درسته، ولی باز خاطر من دعوا رو شروع کردی. اصلا من با تو حرف نمیزنم، تو سوادت بیشتر از منه، منو گول میزنی. میدونم من خیلی دوست داری زبی، منم تو رو دوست دارم. همونجور که من برم زندون تو عذاب میکشی، خب اگه تو هم بری زندون من عذاب میکشم. تو دلت میخواد من روزگارم سیاه بشه؟ میخواد یه شب خواب آروم نداشته باشم؟ آره؟ مرزا به خدا دلم نمیخواد. پس دیگه یکی نکن. آخه تو بری زندون منم عذاب میکشم. بذار روزگار من سیاه میشه. فراکاری کن زبی، به خاطر رفیق بسه بگم من زدم ایت. پس زن کی میشه که شیرینیشو خوردی؟ هرچی دیرتر بشه کیفش بیشتره پسر. باش واسه خاطر تو رزم. نام رضا شهرت طباطبایی، متهم به ایراد ضرب و ایجاد نقص عضو. دادگاه نامبرده را مجرم میشناسد، ولی با توجه به اینکه او فاقد پیشینه کیفری و دارای حسن سابقه است، او را محکوم به 9 ماه حبس تعدیبی می نماید. دختر خلوت کنی. نگفتم میاد. نه هیچ هر روزی که ما نبودیم شری به پا نشد. نه خیلی آقا شبی چند روز بود این طرف آفتابی نمیشد. خدا رو شکر اومد. سلام آقا زبی. سلام. اتاق من خالیه. آره برو بیبی. این چند وقته کسی سراغ ما رو نگره؟ چرا؟ یدالله سیاه اومده بود باید کار با من؟ آره. آه فهمیدم چی کارم داشته. بی خیاله. این بابا شاق ولی مثل کارد و پنیره. اسمشون رو جلوش نیار هیچ وقت. شیش ماه تهرون نرفت. چقدر شانس آوردی. تهرون چه برای دستم بس در شده. راه رو در میشه. ما میگه بازی این پدر رو همه در میره. تهرون که نمیشه نفس کشید. میخوای سر یکی شما رو من بخوری یا آوارم اون کنی؟ تو یه عیبی داری جونم، من که نمیدونم ولی داری. اگه عیب نداشته اون رضا بلد نمیکرد بره. الان چند ماه آزگاره که ازش خبری نشد. بلاشو انقدر ماتم نگیر. بلاشو درار یلا اون سیاه رو درار در پوست داخلی سیاه رو کنش بگم. حتی پورتو بند کنی. خانم بلنشین که اهدونه. ببخشید آقا. خدا ببخشه خانم. آقا. بله خانم. شما آقا رضا رو میشناسین؟ کدوم آقا رضا؟ تو کدوم خط کار میکنی؟ ببخشید. خانم داره که افتراتی هست میزنه. کدوم آقا رضا؟ کی؟ با اینجا دیگه 15 تا آقا رضا داری؟ آقای سفر یه خانم نکنه با تیلوز حتما دزدمونا رو کشتی بردنش کلان تاری. آقا رضا من خانم داشتم تمام شد. ببینم چی کارش؟ عکاشه. من فکر میکنم یا بقاله یا بقصاب.
خدا هم فکر هفته دیگه چته زوی تو خودتی خودتی من خیلیم بیرونم خلاصه یه خبری هست مثل همیشه نیستی فرد رضا از حبس در میاد رضا کیه؟ رفیقمه از همه دنیا با هم رفیق تره وقتی اون بیاد منم اینجا میرم سر کار آخ اون کارخونه داره خیال میکنی باج قله مثل حب تریاکه وقتی واسه یکی عادت شد دیگه نمیتونه ول کنه من ول میکنم خوبم ول میکنم به قول سمن انگشتی هیچ کنه میتونه مثل من ول کنه ول میکنم و ول میکنم خوابیدم من همیشه اینجا میخوابم خب حالا روتو بکن اون بر همون لغمه یه که میگی من خودم بخورمه نه نه بره من بخورمش ما اتونم پس امشب شب جمعه هم هست میخوای صبحشو واسه بندازم آره بندازم بخورمش بودش امام کنم در تو را لشکر دشمن باشه ما سنگرتی کرتی نو کرتی به خدا شاکرتی عزیز دل هست دل خوش اتفاق
تا قیومه قیومه چونه نمت نوکره تو عزیز دل هست دل هست بگیرم گذرم بگیرم قبولش آتیش بزنم به جونه بسیزم دودش کلی عشق کردیم تو نداری چند ماهی بودن این عشقا خبری نبود این تاهر کپل چقدر قشنگ میرقصه ما قبلا رقصش رو دیده بودم آدم یه جوایزه صفره انداختن مایی تو نمیدونی صفره چیه ها؟ وقتی دو نفر بخوان با هم دیگه چیز بکنن یعنی چیز هم بشن چه میدونم نمیدونم والا خودت که میدونی دیگه چیز دیگه چیز ده نه ها؟ نه چونه مادرت نه چونه هر کی دوست داری نه اقلا تو نه تو نه بهم رحم کن نه نه چونه مادرت نه با تو ماچ میکنم دست تو ماچ میکنم بهم کاری نداشته باش چونه هر کی دوست داری خیلی خوب من کاری ندارم نمیخواد دستم رو ماچ کنی نمیخواد گریه نکن خب کاری ندارم جون منه رضا کاری ندارم ولی آخه مگه تو اینجا کار نمی کنی ها؟ من بزور آورده اینجا یعنی منم چاره ای نداشتم جایی رو نداشتم که برم اون میگفت اگه ولم کنه هزار جور بلا به سرم میارم چی؟ توران خانم منو تو خیابون دید اون منو آورد اینجا بعدشم گفت باید با تو دوست بشم دوست اونطوری به هم میگفت اگه نشم دو توشه یه نمیدونم چی آقا ولی اذیتم میکنن نمیخواد گریه کنی من با تو دوست اونطوری نمیشم ما با هم دوست اینطوری میشیم یعنی فقط هم دیگر رو میبینیم منم نمیذارم هیچ که اینجا اذیتت کنه توران خانمم که حالا با تو کار نمی کنه اگرم خواست بکنه من نمیذارم به خدا یه لاشریک اگه من خونه داشته و تو رو میبارم پیش خودم ولی منم این تو هیچ جارو ندارم فقط خونه رفیقم هست اونم ننش اگه بفهمه خود منم بیرون میکنه حالا دیگه گریه نکن تو رو خدا دیگه گریه نکن تو رو خدا تو
اذیتم کنه. نه جوب رفیقم، نه نمیذارم اذیتت کنم. خدا عمرت بده. الهی آمین. سلام ننه. سلام. الهی که نو گرد بشم. اگه گفتی چی اثر بارم ننه؟ هیچی، هیچی نمیخوام برام بیاری. هیچی نمیتونه دل منو وا کنه. هیچی نمیتونه جای بچه منو بگیره. ولی من یه چیزی آوردم که جای بچه تو بگیره. نه خوبه، دهن تو آب بکش. هیچی نمیتونه جای رضای منو بگیره. دیشب خواب دیدم من دارم جارو میکنم، تو میای تو اتاق سلام میکنی و میشینی، انگار نقشه کشیدی که سر به سرم بذاری. بعد میگی یه چیزی برام آوردی. وقتی میپرسم چیه، میگی بچت رضا از زندون آزاد شده. من اولش باورم نمیشه، ولی بعد که میرم تو حیات میبینم رضا تو حیات وایساده، جیغ میکشم و میدوم طرفش. دویدنمون خیلی آروم بود، انگار داشتیم تو ابرا میدویدیم. بعد میرسیدیم و همدیگر رو بغل میکردیم، ولی بعد از خواب پریدم و دیدم هیچ اثری از آثار بچم نیست. ولی هست ننه، تو پاچ ما رو کنف کردی. هر چی من میخواستم بگم تو خودت گفتی. یعنی راست راستی؟ آره ننه، راست راستی وایساده تو حیات و منتظرت. چه میرسی مشهد رضا؟ بذار اقلا یه ساعت از حرکتمون بگذره بعد بپرس. خیلی خوب باشه، بعد میپرس. دیگه کم میده الان بگیم. ساعت چند رضا؟ میخوای چی کار؟ هیچیه، میخوام ببینم چه یه ساعت میگذره حرف بپرس. چیه؟ دلت واسه عشق تنگ میشه؟ خب دیگه راستی تو درست حسابی از این دختره واسه ما حرف نزدی. کیه این؟ آذره. میخوام بسید بگم چشلکیه؟ آره آره بگونیم چشلکیه. اولا که قدش از تو بلندتره. از من بلندتره؟ نه نه، یعنی اینقدره. نه یعنی اینقدرم اصلا قدش یادم رفته، ولی ششای سبزه، سبزه سبزه. خوبه، قشنگه. رنگ چشای تو. چشای من که قهوه‌ایه پسر. آره، یعنی تز به مایل به قهوه‌ایه. خیلی خوب. دیگه چاقم. چاقه؟ نه نه، لاغره. خلاصه چاقه یا لاغره؟ یعنی ترقیبا نه چاقه نه لاغره. یعنی بعد جا چاقه، بعد جاشم لاغره. تازه دستاش هم قشنگه، از دستای تو هم قشنگتره، از دستای ننه هم قشنگ. نه نه، از دستای ننه نه، ولی اون هم قشنگه. حتی من نمیدونم قشنگه. ببینم زن تو چی؟ زن تو چی؟ والا به پای عجوبهی که تو میگی و ابدا نمیرسه. آقای روش بخوابیده. که داده بودی یه راست اومدم سر همین کوچه. بابا یه پرسیدم اومدی بابا پرسیدم خونه حاجتن کجاست، گفتن تو همین کوچه. ها چطور نتونستی خونه اقدس اینا رو پیدا کنی؟ بابا گفتم پیدا کردم، اما خودشون نبودن. نبودن؟ نه. کجا رفتی؟ هر کی پرسیدم یه چیزی گفت، یه چیزی گفت رفته مکه، یه چیزی گفت مرده، یه چیزی گفت جان Thank you.
با حاجستان کار داری. خدا بیا مرسدش. یعنی؟ بله الان 9 ماهه اینجارم آقای ما بابت طلبش گرفت. بیچاره عقاسه بخش کسی که دخ کرد. شما نمیدونه خانوادش کجا؟ هیچ کس نمیدونه. بعد از اون معلوم نشد به سر زن و بچه و عبجیش هم چون خدا رحمتش کنه روزگار بخاش نزد. قربون شما مادر. ببخش. سلامت. خدا ببخش. شام نخوردی؟ یه خورده میوه بیارم بخوری؟ نه، میلم نمیکشه ننه. اشتها ندارم. چیه مادر؟ دنیا که به آخر نرسیده. خب دختره نبوده که نبوده. از کجا معلوم؟ لابد از تو ناامید شده و شوهر کرده. شاید الان بچه هم داشته باشه و خیلی هم خوشبخت باشه. حتی فکر تو رو نکنه. تو نباید به خاطر اون خودتو تلف کنی. چیزی که فرابون دختر. آره ننه، میدونم چیزی که فراغون دختره، ولی فقط یکیشونه که دل یه مرد رو میلرزه. خیال میکنی؟ ببین مادر کن ننه، نمیخواد نصیحت هم کنی. بچه که نیستم، دلخوشی هم تو این دنیا تمام نشده. تو هستی، زبی هم هست. همین که بخوام زبی رو درست کنم و سر سامون بدم، کلی واسم دلخوشی. آیه نایمده که همه مرد و زن و بچه داشته باشم. یکیش هم مثل ما زندگیشو میذاره پای چیزای دیگه، پای مادرش، پای رفاقتش. پس من چی که همه عمر دلخوشیم این بود که عروس دار و نوه‌دار بشم. ها؟ من چیکار باید بکنم پسرم؟ نمیتونم ننه، نمیتونم، اقلا حالا نمیتونم. 9 ماه تو زندون تمام فکر و ذکر و دلخوشیم این بود که بیام بیرون و اقدس و عروس این خونه بکنم، ولی یهو همه چی ریخ به هم. انگار همه بلاهای دنیا منتظر بودم تا من برم زندون بعد ناظر بشم. خب پس حالا بهم حق بده که از زمین و زمون بنالم و هیچی نتونه دلم رو واکنه ننه. باشه مادر، هرچی تو بگی. من که سردری ندارم، شاید قضا و قدر این بوده، شاید هم مصلحت و رضای خدا بوده، من که نمیدونم. بی خودی جوش نزن زبی، میدونم سفرشو واسه تو انداختم، ولی حق ماست. توران تالا 10 تا از زنهای سرگل خونه های ما رو قر زده، ولی حالا ما حقمونه که این یکی رو بخنده. مرگ خدا زبی جون، که میخوام دنیاش نباشه. این مرکز دروغ میگه. برین بری نفرین پیه هفتی به تنم بمانم و همه تو هم مردی بنسم. زبی
اونا میخواستن منو کجا ببرن؟ کیا؟ همینا دیگه، داداشای آق... آق چی؟ آق ولی. آره، آق ولی. والا ببین واسه تو بردم، سوغات مشهد خوشت میاد. آره، خیلی قشنگه. نه، من میدادم گرم. سرم کلاه گذاشته، میبرم اصلا پس بشون میدم. نه بده من خودم میندازم. بیا بابا ما خیرش گذاشت. مبارکه، خیلی قشنگه. تو هم بارد شکنه. دست درد نکنه. دست بنجه درد. تو مشهد رفته بودی؟ آره با رفیقم رفته بودم. رفیقم انقدر ماره دلت میخواد ببینیمش. اگه به خوبی تو باشه آره. با من چیم پس فهمم خیلی بهتر تره. تازه اون دلش میخواد تو رو ببینه. منو از کجا میشناسی؟ من براش گفتم. بهش گفتم تو چه شکلی هستی؟ انقدر خوشش اومده؟ بهش گفتم که یعنی خودش فهمید. یعنی هم من بهش گفتم هم خودش فهمید. چیو فهمید؟ که من چیز هستم، چیز دیگه، خودت که میبینی، خود خواهی هستید عرفا. اگه ناراحت شدی، شوخی بود. اگرم نشدی، جدی بود. شدی؟ نه روپای نشدی؟ چی میخوایی بگی؟ بگو بیا حرف بزن، حرف بزن. موتور رو روشن کن، بیا بریم بیرون با هم حرف بزنیم. یا نه ببینم. خیلی خوب روشن. خب دلت میخواد منو ننه برات بریم خواستگاری دختره؟ آره آره خیلی خیلی دلم میخواد، ولی ننه رو نبر. چرا؟ نبر دیگه. آخه چرا؟ خوب نیست ننه رو ببری اونجا. تو کوچاری میگی؟ من خونه دختره رو میگم. باید بریم پدر مادرش رو ببینیم و باهاشون حرف بزنیم. آخه اونجا بابا نداره؟ خیلی خوب مادر که داره. مادرم نداره. پس چی داره؟ مامان داره. مامان چی؟ مامان تو را. تو چی داری میگی زبی؟ حتم ولش کن، خواست کاره ولش کن. موضوع چیه زبی؟ دختره کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ چیزه؟ اونجا که مری بود، مری که تو خیلی دور دشت داشتی؟ قله آره. دهانتو آب بکش بسار. چیکار کنم رضا؟ زن قله واسه قله خوبه، نه واسه این که مادر بچه های آدم بشه. اصلا ما که بچه نمیخوام. نه آخه پسر هیچی حالش نیست. تو خودت میگفتی میری از همه زنهای دنیا بهتره. یادت نیست هر شب منو به هوای اون میبردین کافه؟ آخرش هم که کارش افترود به قله. اون موقع من جوون بودم. خوب باشه، من جوون بالا قله نبود. میگم نمیفهمیدم، جوون بودم. نارویی که اون زن به من زد یادش هم آتیش هم میزنه. دیگه فکر این دختره رو نکن. خودم با صد یه دختر خوب گیر میارم. نمیخواد تو کسی رو واسم گیر بیاری. اون خودش خوبه، میرم ببینش. ببینش از مریم بهتره، از همه بهتره. کجا؟
والا من نمیدونم، یه آدرس گفت، منم نوشتم، گفت بدم به تاکسی، من میبره اونجا. پارک شهر؟ این پسره دیوونه آخر واسه ما درد سر درست میکنه. چیه؟ اگه ناراحتی نرم. نه بابا جون، چی چی رو نری، بیاد اینجا رسوایی به پا میکنه. ولی زود برگردی ها. چشم. سلام زبه خان. ساعت چنده؟ ساعت سری پنج. پس زود باش تا وقت دارم خوشگلم کن. خوشگل خوشگل این ادیر گزمانده یاله ببینم. میگم چی؟ نکنه گرر مادر چیزی در زبه خان؟ نکنه چی اوستا؟ دارم عروسی میکنم. مبارکه انشالله. ای پس همین روزا شیره نمیخوره. میرینی هم میخوری یا آتیلم میخوری؟ نه بابا، امروز میخوام عروس نشون رضا بدم. مبارکه. آره، سر ساعت شیش هم قرار دارن. بیا داداش خورد شمال خودت، برو بابا، برو. دختر خیلی ماهیه، جای خواهرت باشه، خیلی خوشگله. چمشش سبزه، اون مایه های قهوه‌ایه، اون وقت هم چاقه، هم لاغره. راستی ساعت چنده؟ او ساعت سری پنجه. ها وقت دارم. بفرمایید. اوستا خوب بترش با هفشیغش کن. ای بیچش. آره داشتم میگفتم، رضا میگه نمیشه آدم هم چاق باشه هم لاغر، ولی من میگم میشه اوستا. میدونی همونجور که آدم هم پدر داره هم مادر. راستی ببینید ساعت چند اوست؟ ساعت سری ساعتی پنجه. آها زود باش. وقتی دختره رو ببینه باورش میشه که من راست میگم. ساعت چنده اوستا؟ ساعت سری پنجه. چه زودی تموم کردی. به 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 چی شده؟ تو که همش میگی ساعت سری پنجه. حالا میگم هنوز پنجه. ولی آخه نمیشه هم یه ساعت پیش ساعت پنج بشه هم حالا ساعت پنج بشه. نمیفهمی؟ یادم نبود دیشب تا حالا کوکش نکردم خوابیده. دست در مشکه. عجب فیلمی هستی. خب چرا میذاری بخوابه؟ کوکش کن. ما رو چرا منتر کردی؟ حالا چرا دست من فرار میکردی؟ نمیدونم. خودم هم نمیدونم. والا منم قاطی کردم. چند روز پیش رفته بودم مشهد. باش خاطر تو رفته بودم. ولی یه چیزایی شما درست عبر نسید. آره، همش درسته. داداشم بیچاره ورشکست شد. هرچی داشت و نداشت بود. آخری سر میخواستم ببرمش زندان.
ولی شبی که فرداش قرار بود ببرمش خوابید و صبح دیگه بلند نشد. کلش نشده بود که زنش شوهر کرد به یه حاجی که اونم زنش مرده بود و 3-4 تا بچه داشت. خب تو چی کار کردی؟ چی کار میخواستی بکنی؟ یه مدت پیش اشرف خانم بودی ولی اون خیلی اذیتم میکرد. دائم میگفت حتما یه عیبی دارم که تو فهمیدی و دیگه نخواستی سراغ من بیای. اینقدر گفت که آخرش دیگه خود من باورم شد. آخرشم طاقتم تاق شد و ول کردم اومدم تهران. پیش کی؟ پیش یکی از فامیلام. آخ چه دنیای بی حساب و کتاب. آخه آدم به توی این دنیا دل ببنده. اقدس من به جون ننم تو این مدتی که نتونستم مشهد بیام یه رو از فکر تو غافل نبودم. ولی خب بعضی وقتا یه پیش آمدهایی میشه که همه چیزو میریزه به هم. مثل بعض خود شما اصلا کی فکرشو میکرد؟ ولی خب کار دیگه هر چی بوده گذشته. من همه چی رو بسر چی رو میکنم وقت به هست. چی شده اقدس؟ واسه چی داری گریه میکنی؟ والا من نمیدونم تو چه حالی داری ولی اگه تموم دنیا رو هم به من میدادن به اندازه پیدا کردن تو خوشحال نمیشدم. ما متوقع نیستم نکنم اقدس. بده خودتو جمع جور کن بگه سره شده تو تو بگیر تو ببینم مارا تو بگیر بخم برم خونه فامیله. خونه ای فامیلتون کجاست؟ نه تو دیگه نمیخوای بیای برو. من خودم بعدا میام سراغت. تو چه میدونی من کجام؟ یا این شماره تلفن منو بگیر منم خونه فامیلتون رو یاد بگیرم که باهات هم دیگه رو گم نکنی. خب برو. تو دیگه برو من میرم. میخوام راه رفتن تو نگاه کنم و چهر کنم. بخیلی. خب پس خودت. چیه چیه باقا؟ الان میرم. میرم چیه خانم؟ الان میرم به خانم. تو از من اومدی؟ مگه اینجا خونه خالته است که بیایی بری؟ خیلی ببخشین آقا من رفتم. دنیا عجیبه هم که هرکه شده است سرشونو میندازن پایین یه باره که رفتی؟ سلام بلک مرد همه ی مردا. چته؟ این هم من تو سر قرار اومدی؟ هستی که اومدم هرچی هم منتظر شدم تو نیومدی. اخسیر او زباز شد لامستر ساعتش همیشه سر ساعت پنج. خب حالا که تو ریدی چیه مادر جون؟ چیه؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ آخ اگه گفتی رو چی رو دیدم؟ نمیتونم والا چی رو دیدی؟ ببینم تو هم نمیتونه بگی. چرا میتونم؟ خب کیو دیدم؟ یا فردین و یا بی کمان وردین. نه خاره و وللش کن. حالا دیگه وللش کن. اقدس تا خره عشقمو اقدس میدونم ننه راست میگی رزا مرگ من جونه ننه. آره هنوزم شوهر نکرده هنوزم با چی تو میخواد جونه سلامتی جافته تو بفنه راستی. چابو بسرم بلمون نمی کنه یه جناشو سر من تمو میکنه. ازرائیل مامانی آدم باشه بهتر از این تورانه. توف به گوره پدرش که نونه این کارو میخوره. خاک بر سرم. آدمی که بختی سیاست توی کارم شانس نمیاره. چرا لباساتو در آوردی؟ چه میدونم؟ عادت کردم. امروز با زبی خوش گذشت؟ اصلا ندیدمش. پس تو موقع کجا بودی؟ ریزا رو دیدم.
اونی که تعریفشو پیشت کرده بودم؟ نه بابا. زن گرفته؟ هنوز نه. پس چرا سراغت نمی اومده؟ نمیدونم. میگفت بدبیاری داشته. میگفت هنوزم منو مثل سابق دوست داری. موضوع رو براش گفتی؟ نه. چرا؟ میخواست یه جور سرسری قضیه رو هم بیاری و باهاش بری. چرا دوباره برگشتی اینجا؟ نتونستم. من دیگه لایق اون نیستم. یعنی من دیگه اون اقدسی نیستم که اون دوست داشتی. خاک بر سرت. مردم اینجا هفته هفت شب هر کاری دلشون میخواد میکنن. هر هفت روز هفته هم با پدر سوخته بازی برن و بابای یکی دیگر رو در میارن. اون وقت دیگه اون اقدسی نیستی که اون دوست داشته. اون حیف مهی. به خدا حیف مهی. اون باسه من حیف. گریه کن بعد من. گریه کن که گلیمه بختی خیرم مثل مال من سیاه بافته. اینجام بگو زبی کجا رفته؟ من کم دونم آقا زبی من للشم بگه من مفتشم. من دیدم زبی موقع رفتم با تو حرف زبی یا گوش تو بکنم. میگم آقا زبی بر کنیم میگم اینم بر بگوی زود باش رفته. بله تو رو خدا بهش نگه من گفتم آقا گفتی قلعه. من کم دونم آقا زبی من هنوز در قلعه رم ندیدم. اگه بگی شب جمعه رو بهت مرخصی میدم. به زبیم نمیگه من گفتم. نه نمیگم. از در قلعه که میره تو صد قدم بالاتر دست راست یه کوچه باریکه که سرش هم یه یخ در بهشتی واسده. میره تو پناه بر خدا یارو مثل کنه بود. خوشمال تو آزه زبی رفت. بله تو را خواهد. خیلی خواهد. وعلیکم. خواستی من جمع جورش کنه اما آقا خاطر خواست شده. من اولاق بگو که حالش ندادم تو بغل داشای آق ولی. نه جدی جدی بیا و پسش بده به داشای آق ولی. خودت رو راحت کن. خوش داری بفرمایی. ببخشید خانم. خدا ببخشی چی میخواد؟ والا من اینجا دنبال یه جوونی میگردم که اینجا نیست آقا. آگهی کنی تو روزنامه و مجله شاید پیداش بشه. ولی من که هنوز نگفتم کیه. خب بنال بینم کیه. حتما اسمش زیاد به گوشت. اون کار نمیکنه آقا. بی خود زاق نزن. اون خانم چی بود؟ خانم چیه؟ گم شدتون رو پیدا کردیم. میگم اون کی بود؟ آذره بچه خوزستانه. باباش رفته زیر ماشین. کفاش بوده ننم نداره. سه سال هم از اینجا پیش من کار میکنه. یه تونش هم 20 تومنه. الانم تو استراحت بستته. من میخوام باهاش حرف بزنم. ای بابا گفتم که آقا تو استراحته. من کارش ندارم فقط میخوام باهاش حرف بزنم. این که نمیشه. اقلا یه جتون بگی. جتون بفرمی. آقا اصل کاری یادت رفت. یا بالا اتاق چارو. بله. چه حالی های پیدا میشن واسه دو کلو 20 تومن نمیده. بیا اینجا؟ من ریزا تو چی؟ من چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینجا قلعه نیست؟ میخوای بگی اینجا خونه توران نیست؟ میخوای بگی من دارم خواب میبینم تو اقدس نیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو اون اقدس پاک و تمیز. اون اقدس محروم مرد و این زنی که اینجا نشسته یه عرضه پسته که ناموسشو با چند تا اسکناس ناقابل میفروشه. یه بگو راحتم کن. خدا
خدایا چی کار کرده بودم؟ چی کرده بودم که سرغازشی بود؟ کاش کور مادر زاد بودم و این همه ناپاکی رو نمیدیدم. آخه چی شد زن؟ چی شد که به این روز افتادی؟ چی شد که از اون همه پاکی و نجابت رفت کشیدی و تا به این خفت خاری دادی که یه زن هرزه یه تو قلعه باشی؟ من یه هرزه یه تو قلعه نیستم رضا. پس چی هستی؟ نکنه نکنه اینجا هیچ نمونه و این لباسی که تنته لباس عروسیته. اینم که دست منه مهرته. بس کن رضا، تو خدا بس کن. من یه هرزه نیستم. من این مدتی که اینجا بودم حتی نذاشتم دست یه مرزم بخوره. پس اینجا چی کار میکنی؟ با اینجا صحبت خونه چی میگی؟ ناچار بودم رضا. چرا؟ ناچار بودم چون جایی رو نداشتم که برم. خب میکشتی خودتو؟ میکشتم. اگه امیدم پیدا کردن تو نبود حتما میکشتم. باعث همه چیز خودت تو شدی. خدا چشمم برا خوش شده بود. هر کی در میزد قلبم تو سینم میلرزید و میگفتم حتما رضاست. از هر کی پیغام میومد گوش میشستم و میگفتم حتما پیغام توه. من از تو هیچ خبری نشد. هیچ. من چی کار میتونستم بکنم؟ به امید تو از مشهد راه افتادم و اومدم تهران. ولی نتونستم پیدات کنم. وقتی اون روز اون پیرزن به هم گفت که منو مثل دختر خودش نگهداری میکنه و تو رو برام پیدا میکنه باورم شده بود. چه میتونستم اون میخواد با من چیکار کنه؟ چیکار کرد؟ تو این خونه غیر از من هیچ کس نبود. تا یه روز دیدم سه چهار تا مرد با خودش آورد خون. حرفش هم نزن.
خواهر برای به سرت اومده به هوای من اومده. من فقط ترسم این بود که نکنه تو هم کارت به جایی رسیده باشه که برش کن دیگه، حرفش هم نزنیم. خب دیگه را بیفت بریم. ولی رضا، من نمیتونم با تو بیام. نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ یعنی میتونم، ولی امشب نمیتونم. فردا قراره به یکی از زنای اینجا کمک کنم تا از دست توران خلاص شه و از اینجا بره. اگه امشب با تو بیام. چه کمکی حق دارست؟ تو چه کاری ازت برمیاد؟ فقط امشب رضا. فرق امشب اومدن من تا فردا خوشبختی یه آدم. فرقش اینه که یه زن بدبخت مثل همه یه زنای دیگه صاحب خونه و زندگی میشه. یعنی همون چیزایی که تو میخوای به من بدی. حالا اگه اینه برات مهم نیست، بگو تو چادرمو بکشم سرمو دنبالت بیام. اگه فرق امشب تا فردا راست رسیدینه، خب نیا. فردا نیا. نبود که تعریفشو میکردیم. چی میگو؟ نخواست ببردید؟ چرا؟ موضوع رو میدونی؟ خودم بهش گفتم. چرا دیوونی؟ خب نمیگفتی من خودم میبردم اتفاقه دکتری چیزی درستت میکردم. نبود واسه همین نبردیت ها؟ من خودم نرفتم. من دیگه اون زنی نیستم که اون میخواست. اون واسه من حیفه. من خیلی هم حیفه. خالی شب تولد اما بود. رفتی بازار شاپلزی نظیم و حضرتی کاوی حاجت نما جات. خالی واقعا دو تا وقتی مخصوص هست. اینجا وطنش خیلی خوبه، از خوبم یه پله بالاتره. بفرمایید. وطنش خیلی خوشمزه. فقط بستنی اینجاست که نوبر بهاره. زبی جونه. زبی میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. یا هفته بگو. میشه تو بچی که میشه هر وقت بخوای. مگه تو میدونی من چی میخوام بگم؟ بچی که میدونم. چی میخوام بگم؟ من چه میدونم؟ تو که هنون نگفتی. پس گوش کن. نخورم. خب هم بخور هم گوش کن. زور میگی؟ خودت میتونی هم بخوری هم گوش کنی؟ مگه من دو تا دست بیشتر دارم؟ خب بخور یا... نه گوش دارم. میخوام یعنی... چی؟ پالاده شیرازی میخوای؟ نه بابا تو که نمیذاری. خب بیا. چی خواهد بگو؟ میخوام... نقامه ای؟ میخوام منو دیگه بر نگردونی تو قلعه. مگه چی شده؟ هیچی. فقط میخوام دیگه بر نگردم اونجا. به خاطر اینکه پیش من باشی؟ به خاطر اینکه اگه برگردم یه نفر هست که میاد و برای همیشه من از اونجا میبره. حالا تو اگه من رس رسی دوست داری نمیذاری دیگه برگردم. چیه؟ چیکار داری؟ یه مرد مثل همه یه مرد های دیگه. خودم نامردش میکنم. خوش بریم بینم این سنگ مرمرا رو که تازه از معدن آوردن چقدر طول میکشه ببری. اگه ماشین قدیمی رو تعمیر کنی 4-5 روزه تموم. یه لحظه صبر کن ببینم.
الو، بفرمایی. سلام، اختر جون. چیه؟ چی کار داری؟ خب بگو چی میخوای بگی؟ نه یا؟ چرا؟ چی داری میگی؟ زبی؟ زبی یه لقه واسه کاری داره. آه واسه همین میگی نه یا؟ ها، یه پسره دیوونه اونجاست که ممکنه یه بلایی سر من بیاره. آره به اینجا دوری حرف رو ما دست کم گرفتی با خدا حافظ. میخواستم بگم اصب با هم یه توتفا بریم تا مقنه گشته رو برگردیم، ولی یه کاری واسه من پیش اومده. ببینم تو تنهایی میتونی بری؟ منم اصبی کار دارم رضا، نمیتونم برم. خب باش، بذار فردا یه باری که فردا با هم بیاره. زبی تو کتا بیا، چقدر حرف میزنیم. آخه بابا اگه یه بلای سر یکیتون بیاد یخه من بدبخت رو میگیرن، در خونه من بیچاره رو میبندن. بذار ببندن و مشتریت بگو از بیپار بیان. چی کار کنم خدایا؟ نه مردم بذار، این دیگه که لقمه بود تو دومن ما گذاشتی. چه غلطی کردم این دختره رو بردم تو این خونه. چه شلوغه گوه میشی؟ اقلا تو یه چیزی بگی. نکنه فهمیده من اینجا رفته بزرگترش بیاره. خدا کنه به حق پنجتن این یارون نیاد. یکی در وا کنه داماد آمد، میخوام ناکامش کنم. باش با در وا کن. گرفتی؟ گفتم آیو زبی؟ تو خودت رضا؟ آره زبی، ولی تو که میگفتی عشقتو پیدا کردی، پس دیگه؟ نه زبی، من واسه یه چیز دیگه اومدم اینجا. حالا میفهمم چرا دیشب بهم گفتی زن قله خوبه. تو خودت خاطرخواهی حاضری؟ نه زبی. تو میخواستی اونو ببری خونه؟ میخواستی ببری پیش ننه؟ نیکم نه زبی، بی خودی واسه خودت حرف نزن. من اگه میدونستم نمی اومدم. تو
تو هر کاری میخوای بکنی بکن. من دیگه میرم. اصلا من میرم. زبی باشتا تو اصلا منو نمیشنسی. منو مردی نیستم که قرار بوده بیاد. همه چی رو فراموش کن. همه چی. مرد تو زبیه. زبی آقا ماشالله خودتونین. سلام علیکم. میگم ببینم آقا ماشالله داشای آقا ولی دم دستتون هستن؟ آره میتونین خبرشون کنی؟ بهشون بگی تا ده دقیقه دیگه نرن بیرون، من میخوام بیام خونهشون. آره آره. آقا کجا داریم میریم توران خانم؟ میرسیم میبینیم. این خونه یکیه؟ ما چرا اومدیم اینجا؟ چقدر عجولی تو، صبر کن. سلام. و علیکم. به به بفرم خود اومدی؟ تو رو خدا نه، بلم کنم. بره نه، بره نه. خوجه بری عجبه، ترد افتر اقلو نکن. بزو زمین راشی خواهی کنم. بلم کنم. طرف خیلی کلیه. همشون اول همین طورن. آقا ماشالله دفت بارده بارده هم بیا اینم نشه توش قربون دسته. این لقمه چرب و نرم باب دندون شما هست، شما خوب میتونیم باش کار خودم دانم. دیگه نجیبه شو به آقا جبیر خشی نه تو جیفه شد جون. آقا رجا سلام. مشوسه سلام از بندش. آقا رجا ببین میتونی جبی رو ببری؟ انگار یه طوری شه. مگه اینجا؟ بله آقا رجا داره بازی میکنه. زبی هیچ کی تا این موقع شب بیلیارد بازی نمیکنه. بس دیگه، هزار جور فکر و خیال کردم، دلم هزار را رفت، دل با پست شده بود، همه جا رو دنبالت گشتم، باز دیگه بریم خونه. جون رسا من به خاطر یکی از آشناهام اومدم اونجا، یعنی جای اون اومدم، ولی تو رفیقمی، آذر هم تو، اگه اون محمود خودش می اومد. با تو هم زبی بحپیلگی نکن، جون رسا من اصلا اون دختره رو نمیشناسم. زبی چرا حرف حالیت نیست؟ من میگم اصلا اون دختره رو اصلا نمیخواد دیگه دروغ بگی. تو میخوای بازم منو گول بزنی؟ همیشه تو میخوای تقاص کارای منو بری. چرا؟ مگه خودم چمه؟ هیچی زبی، هیچی، بی خودی جوشی نشو. الان موضوع فرق میکنه، تو یه زنی رو دوست داری و دلت میخواد بری دنبالش، ولی بی خودی خیال میکنی پای منم این وسطه. اما نه جون رضا، فکر بد نکن، من هنوزم با یاد همون عقده سر میکنم. تو که میدونی من چقدر دوستش داشتم، محاله دیگه کسی بتونه واسه من پاشو جا پای اون بذاره. جون رضا، من به خاطر یه مرد دیگه اونجا اومدم، ولی کسش کور میخواد خودش بیاد. جونه من گولم نمیدنی رضا. گول چیه مگه؟ بچه آخه بعضی وقتا تو آدم رو گول میزنی یه جوری که خود آدمم حالیش نمیشه. خب حالا دیگه باز بری دنبال دختره، اون نباید دیگه اونجا بمونه. ولی الان نصف شبه، دم صبحه، تا برسیم اونجا هوا روشنه. نکردم رفیقم، یاد گیرا بیا. حالا میزنی یا نمیزنی؟ نه نمیزنم. نه بانشت دارش مان بازی دردار باقا انگاش بزنی، یاد انگاش بزن دختاره بیار جده منم. بده من اون جرسی صاف مرده تو نفت بشت باشی. باقا انگاش بشه بجرم.
چوب زور میخواد. من که تو جلو جلو میرم. ولی اصلا چی کارن؟ خونه دارن، میخوام با آذر کار کنن. اصلا منو نمیشناسی، تو همون آذری و خاطرخواه زبی هستی، فهمیدی؟ بیا ببینم.
ندارم جونه رسیم. من یه طوری شدم. چه طوری شدی؟ دارم میلرزم. چرا؟ نمیدونم اینکار اینگاه قلبم داره میزنه. قلب آدم همیشه میزنه خره. نه مال من همیشه نمیزنه. الان نمیزنه. اون میگه یعنی راستی آذر داره زن من میشه. پس چی که راستی اون زن تو میشه؟ من همیشه میگفتم زودتر از من عروسی میکنی. کاش الان عشق تا میجه بود و عروسی جفتمون. خیلی خوب خیلی خوب بلند شده این پای صفحه هم حالا همه منتظر تو بیا. سلام فرزن سلام. خب من دیگه نیام سبی چه خوب اگه تو نیام من نمیرم پس تو برو منم الان میرم برو اگه تو نیام نمیشه رتا با خیلی خوب برو بکنیم به من دفتر برو بیا برو پوشینده محترمه مکرمه منفره خانم آزم خانم آیا به دائی وکالت میبنید که شما را به عقد ازدواج دائمی آقای دلم خیلی گرفته اومدم جونم رو فدات کنم و التماست کنم کمکم کن او سبیب میگفت داشای آقولی از اقدس سفته گرفتم واسه همین عروسی رو به هم ریختم حالا من میخوام برم سفتهاش رو پس بگیرم منتهاش توبه کردم دستم به خون کسی آلوده نشه میدونم توبه شکستن نامردیه و خدا خوشش نمیاد ولی خب میدونی اگه تو زامن من بشی خدا رو تو رو زمین نمیندازه آخه کی خوشش میاد نامرد بشه فقط داشای آقولی خوششون میاد چون اونا هم خانوادگی نامردن به خدا خدا فقط همین یه دفعه تو کارا رو پیش خدا جور کن بقیهش با من خیلی آقایی
به خدا خیلی نوکرتم، فقط همین یه دفعه به خدا. زود باش ماری وقت یا اینا بذار انگار ما خواهیم خوش کنیم. زبی بله نه سفته ها رو آوردم زبی نه هیچی نه تو با سفته ها چی کار داشتی پسر آخه تو چرا خودتو قاطی کردی من توبم رو شکستم رضا میدونی شکستم ولی اصلاب سرگ خونه اجازه گرفت خب چه فرقی میکنه اونم فامیل حضرته تو گفته بودی مرد توبهشو نمیشکن من که نامردی نکردم من اجازه گرفتم مگه نه
دارم نمیخواست این دم آخری حضرت ازم برنش برنشو برسونمت به یه بیمارستان. نه چکونم نده، من این زخما زیاد خوردم، فقط بذار بغلت بکنم. زیادی رضا، من خیلی منتظرتون شدم. دیدی شب تا حالا نمیدونی چه فکرهایی کردم، همش هم راجع به تو و اقدس بود. به خدا من شب عروسیتون رو دیدم، لباس مشکی پوشیده بودی، اونم سرت بود، اقدس هم لباس سفید پوشیده بود. توی این دنیا که موندن نجابه I'm not going to be able to do it.